نام خدا و سلام بر شما. به مجموعه خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 10 قوس سال 1401 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها. افزایش قربانیان انفجار دیروز در سمنگان، شماره جان باختگان به 19 و شماره زخمی ها به 25 رسیده است. داخلی بایکشان کدام چیزی جای بجا میکنه نمونجا میمان دسته شخیر. گشایش نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه در کابل، رهبر امارات اسلامی میگوید کمک های جهانی نمیتواند اقتصاد کشور را نجات دهد. اقتصاد خودی بایی برابریجی چه داغت در ملک خلق یحصر ورکی تایفو پر خارجی مرستو بانی اتکاب بکوی. آغاز سفرهای منطقه‌ای تام وست، محور این سفرها گفتگو درباره افغانستان است. با استقبال واشنگتن از کشته شدن سومین رهبر داعش در جهان. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. مسئولان در شفاخانه ولایتی سمنگان میگویند که شمار قربانیان انفجار در مدرسه جهادی این ولایت به 19 کشته و 25 زخمی رسیده است. رئیس این شفاخانه میافزاید که 9 تن از زخمی های این رویداد را به دلیل وخیم بودن وضعیتشان به شفاخانه حوزوی ولایت بلخ انتقال دادند. در همین حال امارات اسلامی میگوید که تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این انفجار را آغاز کردن و به زودی عاملان این رویداد شناسایی و مجازات خواهند شد. این رویداد واکنش های زیاد را در داخل و بیرون از کشور به همراه داشته است. مدرسه جهادیه در مرکز ولایت سمنگان، جایی که چاشت روز چهارشنبه شاگردان آن هنگام ادای نماز ظهر هدف انفجار قرار گرفتند. این انفجار ده‌ها تن از شاگردان این مدرسه دینی را به کام مرگ کشاند. عنایت الله 12 ساله نیز یکی از شاگردان مدرسه جهادی است که در انفجار چاشت روز چهارشنبه در این مدرسه زخم برداشته است. برگم یه مانده بود، بالا یک قطعه زرد بود، بازم چکر دوباره نماز خوانده بودیم، حرکت داخل بود، دیگه دشه از درمتون گرم کن، دیگه ایش نمیفهم. مسئولان در شفاخانه ولایتی سمنگان میگویند که 19 کشته و 25 زخمی پس از انفجار در این مدرسه دینی به این شفاخانه انتقال یافته است. رئیس این شفاخانه میافزاید که 9 تن از زخمی های این رویداد را به دلیل وخیم بودن وضعیتشان به شفاخانه حوزوی ولایت بلخ انتقال دادند. تعداد 19 تن از هموطنان ما را شهید ساخت که البته یارقام شهیدایی هست که در شفاخانه ولایتی توسط آمبولانس شفاخانه انتقال داده شد، اولا در سردخانه جابجا و بعدا به وارثینشان تسلیم داده شد و همچنان متاسفانه تا فعلا ارقامی که ما داریم 25 تن از مجروحین را به این شفاخانه انتقال دادند. مقام‌های محلی ولایت سمنگان میگویند بیشتر قربانیان این رویداد کودکانی‌اند که مصروف آموزش‌های دینی در این مدرسه بودند. که تقریبا 2 رکعت نمازشان خوانده شده بودند، 2 رکعتشان مانده در حالت سجده، یک نفر داخل میشن، داخل بیکشان کدام چیزی جای بجا میکنه نمونجا میمانند در صف اخیر. دیگه اینا که در سجده میرن اونا انفجار میتن. از این خاطر در صف اخیر بودن که اکثری از قربانیان و شهیدا مو طفلای خرد بودن، تقریبا 10 ساله، 12 ساله، 8 ساله. امارت اسلامی حفاظت کنه ما مردم، امنیت ما مردم بگیره تا که یوتیوب افغانستان به مراد مرده مرده خلاص شد ما مردم، به در بدر شد مردم افغانستان. خاص ما از حکومت امارت اسلامی افغانستان همی است که دیگه همچون رویدادها تکرار نشود، انفجاری ها در شهر ایبک سمنگان جریان پیدا نکنه، مکاتب، مدارس، مسجدهای جامع، دیگه مسجدهای صغیره داخل شهر امنیت تامین شود، دیگه مردم امنیتش برهم نزنه.
هرچند مسئولیت این رویداد را تاکنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است، اما امارت اسلامی میگوید که نهادهای کشفی و استخباراتی تحقیقات را در این زمینه آغاز کردند و عاملان آن را به زودترین فرصت شناسایی و مجازات خواهند کرد. کاملا یک هدف ملکی و آسان و نرم بود و مسئولین امارت اسلامی در این راستا و مسئولین استخباراتی و کشفی امارت اسلامی در این راستا ای مجرمین مرتکبین جرم را تعقیب خواهد کردن و به سزای مالشان خواهد رسانیدند. این رویداد واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است. وزارت خارجه ناروی نیز در اعلامیه این رویداد را نکوهش کرده و بر توقف همچون حملات تاکید کرده است. شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی هم این رویداد را نکوهش کردند. نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از بهره معرفی محصولات تولیدی، خدماتی و توسعه تجارت افغانستان در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه رهبر امارات اسلامی در یک پیام صوتی میگوید بر بهبود اقتصاد کشور به کمک‌های خارجی اکتفا نشود. شماره دیگر از مقام‌های امارات اسلامی هم در این نمایشگاه میگویند فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده است. آنان عملکرد تاجران، سرمایه‌گذاران و اتاق تجارت را برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی در افغانستان اثرگذار می دانند. این نمایشگاه ملی و بین المللی در کابل. این نمایشگاه برای هفت روز زیر نام نمایشگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برگزار شده که در آن محصولات و تولیدات بیش از 600 شرکت داخلی و بین المللی به نمایش گذاشته شده است. در این نمایشگاه رهبر امارات اسلامی در یک پیام صوتی به سرمایه گذاری در افغانستان فراخوان داده می گوید برای بهبود اقتصاد کشور نباید به کمک های خارجی اکتفا کرد. اقتصاد با دیه بانی برابریجی چه داغه به ملک خلق لحصر ورکی تاسو پر خارجی مرستو بانی اتکام بکوی نخارجی مرستی مجرو پورته کولای سی، نموز اقتصاد را سمولای سی، اقتصاد که مسمویی، ده احتیاج سمباسی، ده غربت مباسی، استقلال و ازادی تمراباسی، اغا ده خپل حمد دی. ده اسیاد اغا نکسا گواندی هوادونا جی کموزیو، چی پا دی که کم موز زیر می لرو، او پا دی که کم موز سمنی موز لرو، باید اغا ده خپل خلق ده پار اولادی کو. ده حکومت هم ده وزیپه ده، ده حکومتونو بلکه ده وزیپه ده چه هغی که سیاسی حالات هر رکم وی، هر قسم وی، خود ده خلق و حق پر دیگه و حکومتونو بانده داده چه ده دغم، ده دغی خیتی ده که معدنیات وی، که سروت وی، که زراعت وی، که مالداری ده غنه بعدی استفاده وکی. معاون دوم رئیس الوزرا نیز با تاکید بر تأمین امنیت سراسری و ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری میگوید امارت اسلامی از تولیدات داخلی پشتیبانی میکند. عبدالسلام حنفی همچنان می افزاید اگر تاجران ملی با رشوه‌ستانی در ادارات دولتی روبرو شوند حق شکایت دارند، همان لحظه نیز به آنان رسیدگی صورت می گیرد. هیچ کس نمی تواند که از یک تاجر ملی ما در یک ادارات دولتی رشوه‌ستانی کند. ما هر مسئول دولتی که از یک تاجر ملی یا و دیگر مراجعه کنند اگر رشوت مطالبه کند، ما انشاءالله به همون لحظه آماده هستیم که مطابق اصول اسلامی او را محاکمه کنیم. تولید داخلی ما بسته کردن کمر اقتصاد ماست. باید همه ما از تولید داخلی ما تنها به زبان نه، باید به گفتار ما، باید به کردار ما، باید به پولی که می داشته باشیم به او باید حمایت بکنیم. سخنگوی امارت اسلامی هم میگوید افغانستان تازه به سوی خودکفایی گام گذاشته و هدف امارت اسلامی هم پس از پایان حضور نظامیان آمریکایی رشد اقتصاد افغانستان است. ذبیح‌الله مجاهد عملکرد تاجران، سرمایه گذاران و اتاق تجارت را برای جلب سرمایه گذاران داخلی و بین المللی در افغانستان اثر گذار می داند. افغانستان نو به پا استاد میشه و نو به طرف اقتصاد خود و خودکفا گام های را می بردارم. در این راستا به تجار ملی کشور و همچنان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
زمینه بسیار خوبی فراهم است که بیاین در افغانستان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری بکنند. در همین حال سرپرست وزارت معدن و پترولیم میگوید هیچ زمان استخراج معدن های کوچک به شرکت های خارجی داده نمی شود، مگر اینکه در رأس آن شرکت فرد افغان قرار داشته باشد. در قانون این است، در اصول معدن وزارت معدن این است که معدن کوچک بغیر از افغان به دیگر کس داده نمی شود. 178 معدن کوچک را در سراسر کشور به قرارداد داده شده و کلگی به افغانای خود داده شده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید این نمایشگاه بدون کمک های خارجی دایر شده است. پدی که باید زمشتر جامعه جهانی پرهم کاری وکی که چنگ وکالیسی در افغانستان دغه اقتصاد چه نوپای اقتصاد دی او موج پرمخ روانو چه دادی پا مخبیول که زمشتر کمک وکی نه مشت پا خندول که سر خند را پیش کیم. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری ابراز امیدواری می کنند که این نمایشگاه بتواند فرصت را مهیا کند تا تجارت پیشه های افغان با تاجران خارجی ارتباط برقرار کنند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان سفر تازه منطقه شاه امروز آغاز کرد. آقای وست در این سفر به کشورهای امارات متحده عربی و ژاپن می رود و درباره بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، حمایت از حقوق افغانها و نگرانی های امنیتی با مقام های این سه کشورها گفتگو می کند. از سوی هم کاردار سفارت آمریکا در قطر برای افغانستان می گوید که تعهد ایالات متحده به مردم افغانستان واقعی و دوامدار است و ابراز امیدواری کرده که نشست امنیتی هرات آغاز برای ایجاد یک گفتگوی بین المللی بین الافغانی بین افغانهای داخل و خارج از افغانستان باشد. دور تازه سفر منطقه‌ای نماینده ویژه آمریکا برای بررسی بحران انسانی و اقتصادی افغانستان. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان دور تازه سفرش به ژاپن، هند و امارات متحده عربی را آغاز کرد. حمایت های بشر دوستانه، دفاع از حقوق بشر و آموزش و کار زنان و دختران افغان از اهداف اصلی سفر است. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه نوشته است که این سفر از پنجشنبه آغاز شده و برای 8 روز ادامه خواهد داشت. برای تعامل با شرکا در بخش‌های همکاری مبرم با ایالات متحده، تداوم مجدد حمایت بشری و دفاع از آموزش و حقوق بشری دختران و زنان افغان اهمیت زیاد دارد. لذا این سفر از بهر جلب حمایت شرکای منطقه‌ای آمریکا در مورد افغانستان صورت می‌گیرد. نماینده ویژه آمریکا در این سفر با افغان‌های مقیم این سه کشور از جمله فعالان حقوق بشر، تاجران، سیاستمداران و نمایندگان رسانه‌ها نیز دیدار خواهد کرد. پیش از این وست بر ضرورت گفتگوهای ملی و واقعی بین الافغانی در مورد آینده افغانستان تاکید کرده بود. طول دمخه دی ایالات متحده آمریکا لپاره ضرورت داده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره مخامخ خبري وکړي او د افغانستان ملي منافع حکم داده چې مونږ د ایالات متحده امریکا سره پر داسې یو ستراتیژیک نقطه په توافق ورسیږو چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه دی. غوره د ایالات متحده امریکا لپاره دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپیژني او د افغانستان سره مستقیما د خبرو او اترو لړۍ شروع کړي. امارات اسلامی یک بار دیگر بر تعامل مثبت با همه کشورهای منطقه و جهان به شمول ایالات متحده تاکید میکند و از کشورهای جهان میخواهد با دولت جدید افغانستان تعامل داشته و آن را به رسمیت بشناسند. پس اگر واقعا روحیه ای موجود باشه که در کشور وضعیت اقتصادی و بشری خوب شوه، باید تحریمات برداشته شوه، حقوق افغانها به افغانها داده شوه، پول افغانها آزاد شوه و روابط خوب برقرار شوه تا ما از مشکلات رهایی پیدا کنیم. از سوی کاردار سفارت امریکا پس از نشست دو روزه امنیتی هرات در شهر دوشنبه گفته است که تعهد ایالات متحده به مردم افغانستان واقعی و دوامدار است. کرن دکر گفته امیدوار است نشست امنیتی هرات آغاز برای ایجاد یک گفتگوی بین المللی بین افغانها در داخل و خارج از افغانستان باشد. آگاهان به این باورند که امریکا به دنبال رای حل عملی و فوری بر افغانستان نیست و اگر می خواهد بحران افغانستان پایان پیدا کند باید با امارات اسلامی به گونه مستقیم وارد گفتگو شود. از فکر کوم چې تام وست او امریکا د پاره ضروری ده چې د افغان ملت سره خپل تعامل زیات کړي. یوازنی څوک چې
کولای سی افغانستان له دغه بحران څخه راوباسي هغه افغان مدني ټولنې افغانان په مجموع کې. از زمان روی کار آمدن امارات اسلامی حدود 15 ماه می گذرد، اما در این مدت هیچ کشور حکومت جدید را به رسمیت نشناخته است. جامعه بین المللی گفته است که بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست و تشکیل حکومت فراگیر، آموزش زنان و دختران و رعایت حقوق بشر مشروط است. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از رسانه ها می خواهد خبرها و گزارش های خود را بر اساس واقعیت ها و با در نظر داشت منافع ملی تهیه و نشر کنند. خیرالله خیرخواه در نشست مشورتی و هماهنگی که میان مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و رسانه ها برگزار شده بود می گوید که رسانه ها در عصر کنونی در آبادی، پیشرفت، حفظ ارزش های اسلامی و ملی و همچنان وحدت ملی نقش مهم و کلیدی دارند. همزمان زبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی هم میگوید که نهادهای دولتی مکلف هستند تا اطلاعات را به دسترس رسانه ها قرار دهند. این نشست به هدف هماهنگی میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و رسانه ها برگزار شده است. نشستی که در آن رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ آمدند تا به خواست های رسانه ها گوش دهند و رسانه ها هم از پالیسی های وزارت اطلاعات و فرهنگ آگاه شوند. خواست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ این است که نشرات رسانه ها بر بنیاد واقعیت ها باشد. خیرالله خیرخواه نقش رسانه ها را در حفظ ارزش های ملی و توسعه کشور بسیار با اهمیت میداند. څنګه کولای شو د خپل خلکو د پاره هغه څه وکړو چې هغه د دوی په ګټه وي او دغه یو ستره بریا چې نن موږ تاسو په برخه شوې ده علاج دایمي کې چې د افغانستان کې یو مرکزي حکومت راغلی دی په هغه کې کومې نیمګړتیاوې وي د پاره پر هغه باندې موږ تاسو کوشش وکړو خپل قلمونه و خپل خولې و او خپل بیانونه به هغه څه ته سوقو چې هغه د دې ملت په ګټه باندې نه ده چې خدای نخواسته د ملت لپاره بدبختي راویښوي یا فتنه راویښوي یا داسې څه نور څه چې کول کېږي چې هغه د ملت په ګټه نه وي. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که رسانه ها بر بنیاد اصول و ارزش های اسلامی می توانند از کمکاری حکومت انتقاد کنند تا در نهادها اصلاحات به وجود آید و پالیسی امارت اسلامی به هیچ عنوان تصادم با رسانه ها نبوده و نیست. د اسلامی امارت هغه اصولی دریز و کړنلار و پالیسی داده موږ په هیڅ صورت د رسنوی سره تصادم نه غواړو. پالیسی داده چې رسنوی و اسلامی امارت په تفاهم کې چارې او کارونه مخته بوزي. یعنی دا د اسلامی امارت پالیسی ده، په دې باندې تاسو باوري و متیقن اوسئ. با این حال سخنگوی امارت اسلامی میگوید تمامی نهادهای دولتی مکلف هستند تا اطلاعات را به موقع به دسترس رسانه ها قرار دهند که به گفته آقای مجاهد مشکلات در آغاز به کار کمیسیون دسترسی به اطلاعات به وجود آمده که به زودی حل خواهد شد. نظام باید انتقاد لاندی بشه، ځان اصلاح او اداره هم باید انتقاد لاندی بشه، خپل غلطیان ته متوجه شي او اصلاح وي. دا په دا رشت په انتقاد سره راتللی چې که ته نن دما یو نیمګړتیا ما ته راښیي یا بل لورې راښیي دا نیمګړتیا باندې زه کار کوم، هفته وروسته میاشت وروسته دا نیمګړتیا رفع کیږي. او که داسې مبهم سره پاتې سو څوک په موږ باندې اعتراض ونه کړي، بیا خو انسان نه فرعون جوړي. داسې باید ونه سي. دا رسنۍ دې دپاره سي حکومت ته لارښوونه وکړي، مشوره ورکړي، د خلکو شکایت ورسي. آقای مجاهد می افزاید که قانون رسانه های همگانی زیر بررسی در ریاست الوزرا است و پس از بررسی توشیح خواهد شد. ملاتړ وکړو، زه امیدوارم چې دغه ستونزې به حل کېږي. زموږ یې لرو لږ وروسته یا ځنډ وروسته اقتصادي ستونزې به هم حل کېږي. موږ تاسې وافر منابع لرو، انشاءالله چې هغو ته لاسرسی نږدې ده چې موږ تاسې په اختیار کې راسي، د حکومت اقتصاد هم ښه شي، د خلکو د اقتصادي عرابه هم واوري او ټول مسایل هم حل شي. با این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ در تازه ترین مورد نشرات موج اف ام رادیوی آزادی و صدای امریکا را در 13 شهر بزرگ افغانستان مسدود کردند. این وزارت گفته است که نشرات این دوررسانه بر مبنای واقعیت ها نبوده و از این رو نشراتشان را مسدود کردند. این دوررسانه هم تایید کردند که در شهرهای بزرگ افغانستان نشرات رادیوییشان قطع شده است.
کمیته جهانی صلیب سرخ کمک‌هایش را به افغانستان ادامه می‌دهد. کمیته جهانی صلیب سرخ می‌گوید که در افغانستان میلیون‌ها تن توسط کمک‌های بشری امرار معیشت می‌کنند. از این رو این کمیته کمک‌هایش را در افغانستان ادامه خواهد داد. بر بنیاد آمارهای کمیته صلیب سرخ که در تمامی شفاخانه‌های کسوی این کمیته حمایت میشان، در مقایسه با سال گذشته واقعات سوی تغذیه به 90% افزایش یافته است. شهروندان کشور اما بر توزیع عادلانه کمک ها تاکید میکنند. کمیته جهانی صلیب سرخ با ابراز نگرانی از اوضاع بد اقتصادی در افغانستان از ادامه کمک هایش به افغانستان خبر میدهد. این کمیته میگوید که در کشورهای افغانستان، سومالیا، یمن و کانگو میلیون‌ها تن توسط کمک‌های بشری امرار معیشت می‌کنند و به این ترتیب جان آنها نجات می‌یابد. بر بنیاد آمارهای این کمیته در تمامی شفاخانه‌هایی که از طرف صلیب سرخ در افغانستان حمایت می‌شوند، در مقایسه با سال گذشته واقعات سوی تغذیه 90% افزایش یافته است. اما شهروندان کشور از توزیع غیرعادلانه این کمک‌ها شکایت دارند و می‌گویند که در آستانه فصل زمستان به غذا و سرپناه مناسب دسترسی ندارند. پر دغه وخت کې ډېر هغه کې بیا عدالتي کېږي خو زر واسطه دار خلک دار ملکانو خپلوان د بوزو چارواکو خپلوان سره مستونه دا وختونه چې باشي نور کومکونه وشي وسره او باشي نو مخه د مشرانو وغوړي چې دا خلک ته مونږ نګرالانو سره دا خلک سره باید کومکونه وکي چې دا خلک خوشاله وي. شماری از آگاهان اقتصادی می گویند مردم افغانستان در فصل سرما به کمک های بشردوستانه شدیداً نیاز دارند، اما باید برای ریشه‌کن کردن فقر زمینه کار برای مردم فراهم شود. زمستان پیش رو مردم افغانستان شدیداً به کمک های جامعه جهانی نیاز دارد، خصوصا نهادهای بین المللی، و ما تقاضا می کنیم که این کمک ها را ادامه بدن تا ما به گونه اساسی فقر را از کشور ریشه‌کن کنیم، که البته با کمک های بشر دوستانه فقر به گونه کلی ریشکن نمیشه، ولی میتونیم که در زمستان پیش رو جلوگیری کنیم از بلند رفتن میزان مرگ و میر مردم ناشی از فقر و سردی زمستان. کمیته جهانی صلیب سرخ در حالی از ادامه کمک هایش در سال 2023 خبر می دهد که پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده است و گفته است که بیش از 24 میلیون تن در افغانستان به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند. دهم دسامبر برابر است با روز جهانی حقوق بشر که در سال 1948 از سوی سازمان ملل تصویب شده است. سازمان ملل میگوید که شمارش معکوس برای رسیدن این روز آغاز شده است. دفتر معاونت سازمان ملل در کابل هم گفته است که مردم افغانستان سزاوار آزادی، برابری و احترام هستند. از سوی هم امارات اسلامی میگوید نسبت به هر زمان دیگر حقوق بشر در کشور تامین شده است. فرهناز فریبرز گزارش میدهد. سازمان ملل متحد در سال 1948 دهم دسامبر را روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد. دفتر معاونت سازمان ملل در کابل در آستانه 75مین سالگرد روز جهانی حقوق بشر گفته است که مردم افغانستان سزاوار آزادی، برابری و احترام هستند. در اعلامیه این نهاد آمده است: شمارش معکوس برای 75مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز شده است. افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است. به هر ماده این اعلامیه باید احترام گذاشت. همه مردم افغانستان سزاوار آزادی، برابری و کرامت هستند. از حقوق بشر حمایت نمایید. فعالان حقوق بشر هم از نقض حقوق بشری در افغانستان انتقاد می کنند و می گویند که به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان داده شود، زیرا بیش از هر زمان هر کس دیگر حقوق زنان بیشتر نقض می شود. آوان کرامت بخشیدن به انسانها و قبل از او از آوان خلقت به انسانها یک سلسله مزیت‌ها، حقوق و ارزش‌های انسانی و بشری از جانب خدا به وادعت گرفته شده. هم حقوق بشر در نام لانده نن روز، هم حقوق بشر در خود لانده کیگی و هم در رقم حقوق بشر در نوای خود کیگی. امارت اسلامی میگوید که بیش از هر زمان دیگر حقوق بشر در افغانستان تامین شده است، به خصوص حقوق زنان. حقوق تمام شهروندان کشور ما در چوکات اصول اسلامی محفوظ و مسئول شده است.
این در حالی است که قبل از آمدن امارت اسلامی کشور ما با یک وحشت تمام عیار مواجه بود. هر روز صدها جوان ما کشته می شدند، خانه های ما بمباردمان می شدند و روسی ها و جنازه های ما زیر بمباردمان و انداخت های اسلحه ثقیله بودند. مردم ما بیک خانه و بیک آشانه می شدند، صدها مشکلات دیگر. و خوشبختانه بعد از اینکه امارت اسلامی موفق و پیروز شد و تمام قلمرو کشور را زیر تسلط خود درآورد، مردم ما از لحاظ آسیب های مختلف مسئول و محفوظ شدند که کشور. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان جهانی است که این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوق را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند به صورت جهانی بیان می‌دارد. این اعلامیه حقوق بنیادی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمامی ابنای بشر در هر کشور باید از آن برخوردار باشند مشخص کرده است. ادامه خبرها پس از وقفه. یک مؤسسه خیریه در ننگرهار کارگاه خیاطی را برای زنان ایجاد کرده است. مسئولین این نهاد خیریه میگویند که هدف از ایجاد این کارگاه آموزش خیاطی و کار برای زنان میباشد تا بتوانند با یادگیری این پیشه خودکفا شوند. این کارگاه ارزش 2 میلیون افغانی ساخته شده است که زمینه کار و آموزش را برای 190 زن فراهم کرده است. زنان شرکت کننده در این کارگاه نیز از ایجاد این کارگاه استقبال می کنند و از سرمایه گذاران داخلی می خواهند که روی برنامه های توانمندسازی زنان سرمایه گذاری کنند. ایجاد کارگاه خیاطی برای زنان در ننگرهار. این پروژه توسط بنیاد خیریه گلبهار در منطقه سمرخیل ناحیه نهم شهر جلال‌آباد با هزینه 2 میلیون افغانی آغاز شده است. در این پروژه برای 190 نفر از بانوان فرصت آموزش و اشتغال در این کارگاه خیاطی فراهم شده است. مسئولان این بنیاد میگویند که تاکنون بیش از 150 خانم پس از یادگیری مهارت‌های خیاطی فارغ شدند و 40 تن دیگر در حال آموزش در این کارگاه هستند. به گفته مسئولان، زنانی که فارغ شدند در حال حاضر زمینه کار در خود این کارگاه برایشان فراهم شده است. یو سول نوی تن خویند زن سر لرلی چې دا دغه کورنۍ و نوی چغې د سبب غاله لپاره د خپل ژوند چارې ډیر په سختۍ باندې مختوللې. موږ دې ته د کور مصارف ټول ورځنی کم مصارف چې هغه موږ ورکول په دغه جریان کې چې د لارې کریر راځي د کور کم مصارف و دا موږ په خپله غاړه منلی و. از سوی هم زنانی که برایشان در این کارگاه زمینه کار ایجاد شده خوشحال هستند، اما میگویند این کمک ها بسنده نبوده و از نهادهای امدادرسان میخواهند روی برنامه های توانمندسازی زنان بیشتر کار کنند. من ډیر مشکلات لرم، تاسو چې دا کار موږ ته برابر کړ موږ ډیر خوشحاله. الله تاسو ټولو ته پکې اجر او عظیم ورکړي. خوشحاله یو سره، الله دې اجر درکړي چې نور هم دا کار خوشي او مخې ته لاړ شي. موږ ویو چې دا سنټر زموږ وګد شي، وخت ډیر شي، نو زموږ لپاره به لږ شان د جمعې اقتصاد برابر شي. د جمعې مشکلات هم ډیر دي، ماشومان هم واړه دي. به گفته مسئولان این بنیاد، پس از این در 22 ولسوالی ولایت ننگرهار چنین برنامه ها را آغاز خواهند کرد تا به زنان بیوه، فقیر و خانواده ها زمینه کار فراهم شود. گفته نیست پیش از این بنیاد خیریه گلبهار برنامه های کمکی مشابه نیز داشته است، از جمله حفر چاهای آب آشامیدنی، ساختن مساجد و تهیه غذا و توزیع پول به مردم فقیر. نرخ ارزها. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها.
شماره کودکان مبتلا به سوی تغذیه در ولایت کندهار افزایش یافته است. مسئولان در شفاخانه حوزوی میرویس میگویند که تنها در یک ماه گذشته 193 کودک ابتلا به مریضی سوی تغذیه برای تداوی به این شفاخانه انتقال داده شدند. این مسئولان تغذیه ناسالم و نبود آگاهی میان خانواده ها را از عوامل مبتلا شدن کودکان به سوی تغذیه میدانند. شمار کودکان ابتلا به سوی تغذیه در ولایت کندهار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مسئولان در شفاخانه حوزوی میرویس میگویند که تنها در یک ماه گذشته 193 کودک مبتلا به مریضی سوی تغذیه برای تداوی به این شفاخانه انتقال داده شدند. وضعیت بد اقتصادی، ناامنی غذایی و نبود آگاهی خانواده ها و جنگ 20 سال گذشته از عواملی هستند که به شمار کودکان ابتلا به سوی تغذیه افزوده است. خوردوکی تقریبا در تیرو کلو پا پرتلا یو چه زیاد ده او داغه وجه ده نسو ویلای چه گرد خلق نو دلوژی خوردوکی تطلیدی ده شاید پخواه اون و خو چون دمخه دلار و امنیت نو خلق دیر پا وسایی سر مشتل اصر سی ندرلود یو خو فکر رو دربداری ده او دوام یلا چی دی اغداده چیز مش شسی نپویری چی خپل ماشوم سر کم تغذیه کی کل چی ماشوم وزیر جده یواز باید دمور شیدی ورکول شید رشپر ریمیش پر یواز دمور شیدی ورکول کیش انتقال نشدن به موقع کودکان به مراکز صحی به توجه خانواده ها نسبت به وضعیت کودکان از دیگر دلایل افزایش کودکان به سوی تغذیه خوانده می شود. مریض کشنه مومن دی نانست پر پرسیده دی ویسی پیپون بزام را چولی نده میخی دیر دور برادیاراتو پر دی واس میکار نکوی برم دلیه را بود. اما باشندگان این ولایت میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند غذای مورد نیاز را به گونه مکمل تامین کنند. آنان از حکومت میخواهند برای آنان زمینه کار را فراهم سازند تا بتوانند خانواده هایشان را تغذیه سالم کنند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان برای خبرنگاران 4 ولایت شمال شرقی کشور کارگاه آموزشی را برگزار کرد. برگزار کنندگان هدف از راه اندازی این برنامه را بلند بردن آگاهی خبرنگاران هنگام تهیه گزارش ها و هماهنگی با مقام های دولتی می دانند. شماره از خبرنگاران که در این کارگاه شرکت کردند می گویند که پس از تحول سیاسی در کشور نیاز است تا روی مسلکی سازی خبرنگاران چون این برنامه های راه اندازی شود. اینجا در ولایت بغلان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان برای اولین بار برنامه آموزشی را برای خبرنگاران 4 ولایت شمال شرقی کشور را اندازی کرده است. برگزار کنندگان هدف از را اندازی این برنامه را بالا بردن آگاهی خبرنگاران توجه به مسئولیت جانی هنگام تهیه گزارش و هماهنگی میان مسئولان محلی میدانند. به گفته مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان به مقایسه یک سال پیش خشونت و تهدیدات در برابر کارمندان رسانه ها و خبرنگاران کاهش یافته و برای هماهنگی بهتر برنامه دارند در هر ولایت یک کمیته هماهنگی میان رسانه ها و مقامات ایجاد کنند. با توجه به شرایط فعلی کشور ما افغانستان و اینکه نیروی تازه به رسانه ها جذب شدن و ظرفیت سازی و ارتقای ظرفیت برای ترکیب یک تیم موفق و در عین حال برای تولید برنامه های با کیفیت از لحاظ محتوایی نیاز است که نیروی جوان و تازه نفس که به رسانه ها جذب شده از ترنینگ ها و برنامه های آموزشی دیده شد. مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران در شمال شرق از کاهش خشونت و همکاری مقامات 4 ولایت با خبرنگاران استقبال میکنند و ابراز امیدواری میکنند که مسئولان امارت اسلامی از خبرنگاران حمایت کنند. شمال شرق نسبت به دیگر ساعات کشور زمینه کار برای رسانه‌ها و خبرنگاران یعنی بسیار تنگ نشده و خیلی خوب است و همکاری مقامات بخش فرهنگی و مطبوعاتی امارت اسلامی در این 4 ولایت خیلی خوب است. کار رسانه‌ای نسبت به یک سال پیشتر اندکی خوب شده، اما آن طوری که لازم است نیروهای دولتی و کسایی که مسئول هستند از خبرنگارا قسم لازم حمایت نمیکنند. خبرنگاران میگویند پس از تحولات سیاسی این اولین برنامه آموزشی است که برایشان برگزار شده و خواست آنان این است که برگزاری این گونه برنامه ها برای مسلکی سازی خبرنگاران بیشتر شود. ما متاسفانه بیشتر از 1.5 سال میشد میان خبرنگارا و میان مسئولین ادارات دولتی هیچ گونه هماهنگی را نداشتیم. خوشبختانه بعد از 1.5 سال کمیته مسئولیت
سیمینار را تدبیر کرد در ولایت بغلان با اشتراک خبرنگاران چهار ولایت. خبرنگاران و رسانه ها هم از این ابتکار کمیته مسئولیت الگو بگیرند و برنامه های بیشتر و بهتر را اندازی بکنند. شماری از مقام های دولتی در بغلان هم میگویند که آماده همکاری با خبرنگاران هستند. خبرنگار یا ژورنالیست جزی از جامعه دینی و عنعنوی ماست. خونج الله جل جلاله برایش می فرماید فتبینو در آن خبر شما تحقیق بکنید. منبعید کی است؟ از کی را پیدا کردی؟ غرضی از این خبر چیست؟ غرضی از این خبر برای ملت خدمت کردن است یا در بین مردم تفریق انداختن است؟ نفرت پراکنی است؟ مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگویند این برنامه ابتدا در 7 زون کشور و پس از آن در 34 ولایت برای تمام نیروی تازه کار رسانه ها و خبرنگاران که پس از تحولات وارد کار رسانه ای شدند برگزار میکنند. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو اعلام کرده است که شب یلدا یا چله را به عنوان میراث فرهنگی مشترک افغانستان و ایران ثبت کرده است. یونسکو گفته است که شب یلدا در 17 نشست کمیته بین دولتی حفاظت از میراث‌های فرهنگی ناملموس در مراکش ثبت این سازمان شده است. شب یلدا یا چله طولانی ترین شب سال است که از غروب آفتاب 31 آخرین روز خزان آغاز و تا طلوع آفتاب نخستین روز زمستان یعنی اول جدی ادامه دارد. یونسکو ثبت شب یلدا را به عنوان میراث فرهنگی مشترک مردمان ایران و افغانستان به این دو کشور تبریک گفته است. وضعیت هوا. از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزارم. خبرها در همین جا به پایان می‌رسد. خدا نگهدار.